خب بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز دوشنبه است، 4 ماه سپتامبر سال 2023 برابر با 13 شهریور 1402، 22 روز، 12 روز دیگه مونده به 25 شهریور و 16 سپتامبر، سالگرد درگذشت یا قتل مهسا ژینا امینی. ببینیم که چه خواهد شد. من بارها گفتم که فکر نمی کنم اتفاقی بیفته، چون پارسال یه فرصت استثنایی پیش اومد ولی به دلیل نبود رهبر، برنامه و مرد میدان این فرصت سوخته شد و از بین رفت. حالا امسال که اینها آماده شدن و چنگ و دندون تیز کردن، از اون برم یه عده، دیروز یه ویدیوی دیدم از آقای خسرو شکیب، واقعا آدم نمیدونه گریه کنه یا بخنده. این مرد شریف البته بعد ورش داشت، فکر کنم یا دوستان بهش گفتن یا مردم شکایت کردن، چون شما نمیتونی بیاد توی برنامه به مردم بگید برو بمب بزار، برو نمیدونم کوکتل مولوتوف درست کن و الی آخر. اصلا یه حرفایی میزد این آقای شکیب، من نمیدونم، حالا ما گاهی وقت یه آبجوی مشروبی چیزی میخوریم، نمیدونم این دوستان مست میکنن میان جلو دوربین، یادمون رفت امروز یه چای بیاریم، حالا به سلامتی شما آب مینوشیم. اون وقتا برنامه های تلویزیونی آمریکا بعضی هاشون سیگار دستشون بود میمدن، بعضی هاشون یه جام مشروبی کنیاکی چیزی دستشون بود و هیچ عیبی نداشت. یه خورده کم کم به اصطلاح مردم ایراد گرفتن که آقا بچه نشسته فلان، نه میگو با بچه این موقع شب نباید بیدار باشه. در صورت ول شد، به اون صورت نیست دیگه الان، ولی دوستان ایرانی فکر کنم قبلش می نوشن بعد مست میشن تا روشون بشه بیاد جلو تلویزیون و این مزخرفات رو بگن. در صورت همه دارن آماده میشن، چه کار میخوان بکنن؟ هیچ کس نمیدونه. ولی یه چیزی مهمه، شهبانو و شهبانو و شازده بانو مهمونی گذاشتن. چه مهمونی؟ $450 بده عکس بگی، $300 بده برو زیر میر چیزای دیگه ببین، نمیدونه بشین این ور اینقدر بده، برو اون ور اینقدر بده، چلو کباب بخوری اینقدر بخوری، نمیدونم برگ بخوری اینقدر بده. وقتا میگفتن یارب مباد گدا معتبر شود، این فرای دیبا هی میگه حالا بعضم بد بوده گدا بوده و اینا، همچین بدی هم نبوده دیگه، بالاخره فامیلی داشتن، توانایی داشتن بره فرانسه اون موقع اینا، ولی کلن گدامنشه. حالا این دخترم یاسمین هرچی، این که باباش اینجا تاجر بود و پولدار بود و اینا، نمیدونم چی شده، خلاصه صبر کنیم ببینیم اوضاع چی میشه. ولی از همه خبرها مهمتر در گذشت ستاره سعیدی، همسر بیژن مرتضوی در استانبول بود که این خانم که سنش از 20 سال شروع شد، گفتن 20 سالشه، بعد گفت 26 سالشه، بعد خودش گفت نه بابا من 40 سالم و اینها، دیروز بالاخره یکی گفت 41 سالش بوده، ولی با همه اینها 26 سال اختلاف سن داشته با بیژن مرتضوی. یکی یکی داستاناش داره بیرون میاد که این خانم توی دولت هفتم اگه اشتباه نکنم احمدی نژاد اصلا جزو خبرنگارای مجلس شورای اسلامی بوده. باز از طرفی داستان ایران رفتن آقای بیژن مرتضوی، امروز ویدیوش اومده بود بیرون و اینها، و اینا هنربندای ما هستن. حالا بهش تسلیت میگیم، بالاخره شما یه گنجشکی، یه مرغی که تو خونتونه، من یه خرگوش کوچولو داشتم مثلا، اینو 2 ماه 3 ماه که داری بعد از دست میدی ناراحت میشه دیگه، بالاخره اینم همسرش بوده و اینا، ولی با اون وضع افتضاح برید ببینید تو گورستان ترکیه، اصلا خود اونایی هم که اون بالا وایسادن کم مونده با سر برن تو این قبرستون. من این آخوندا وقتی این قبرستونا رو اینجوری درست کردن، من پدر سوختا چرا اینجوری کردن، آماده ساختن فلان، نمیتونن مردم زنده را برن. حالا گویا اونا وقت میخوای یکی خاک کنن، تخته ای چوبی آهنی میندازن که اینایی که اومدن مراسم تدفین و سوگواری هرچی بهش بگیم نیافتن تو این سوراخ ها. و
ولی من نمیدونم اولا این بنده خدا رو چرا تو ترکیه خاک کردن، داستان چیه، چجوری بوده و اینها، ولی هرچه بود گذشت و فوت شد ایشون. گویا یه مشکلی تومور مغزی داشته و حالا نامه هایی که میاد بیرون و برای نامه برای همسرش اینجوری نوشته قبل از اینکه بفهمه نمیدونم مریض بوده و از این مزخرفات که بابا مریض بوده اینجا میدونسته تحت نظر پزشک بوده، چرا بلنشین برین جونتون رو به خطر بندازین تو کشورهایی مثل ترکیه که وضع بیمارستانشون اینا به اون افتضاحیه. و خلاصه همش برمیگرده به پول، پول و باز هم پول. در اصل امیدواریم هیچ کسی عزیزش رو از دست نده، ولی این داستان آقای بیژن مرتضوی و همسرش خانم ستاره سعیدی، اونم یه چیزی بود که اومد و یه مقداری بازار خبرها رو گرم کرد. بذارید من ببینم دوستان اگه کسی اینجا هست اونا چیزی میخوان بنویسن. به به، آقای شاهین غلامرضایی. شاهین از وقتی که مادرش فوت شد من کمتر دیدم که ویدیوی درست کنه، به قول معروف میگن از دل و دماغ آدم میفته. ولی خب بعضی وقتا هم یادت باشه شاهین جان، از طرفی وقتی خودتو مشغول کنی و یاد ایشون رو گرامی بداری، خب ممکنه اونجوری هم اون بنده خدا هم بیشتر خوشحال باشه، اگه واقعا باور داریم به زندگی بعد و بودن روح و اینها. نمیدونم، در صورت هر جور که خودت دوست داری. دیروز من دو تا مهمون داشتم، یکیش همشهریم آقای پدرام طنازی و دیگری همسر ایشون خانم مهرناز موسوی، و خیلی خوشحال شدم که رکورد تمام ویدیوهای ما رو این دو جوان شکوندن. امروز بکنم نزدیک 1000 تا 900 خورده بود، شاید الان 1000 تا بیشتر باشه. و یک لحظه اینجا ویدیو بیام اینجا، بله 1200 تا حالا همون 1.2K یا 1200 تا حالا بازدید کننده داشته. 46 نفر تامز اپ دادن، یعنی لایک کردن. ممنونم از یک کاریشون، ممنونم از پدران طنازی و از خانم ایشون. به اینا گفتم، گفتم ببینید مردم دیگه صدای ما پیروپاتالا رو نمیخوان گوش کنن، منتظر حرف شما جوانها هستن، بیاین صحبت کنیم. و شما هم همینجور. یک کمی واقعا احساس تأسف میکنم که بعضیا با وجودی که خودشون تو کشور آزاد هستن، ما تو کشور آزاد هستیم، ولی هنوز اون بچه دیکتاتور، نه اون دیکتاتور کوتوله تو مغزمون هست. مثلا من یه چیزی رو شیر میکنم، یکی از ترکیه میگه آقا پاتو از تو کفش رضا پهلوی در بیار. گفتم خب این احمق اگر کفش خودشو بپوشه دیگه کسی نمیاد پاشو بکنه تو کفشش. بعدم شما وقتی میگین من پامو از تو کفش این در بیارم، حتما باید پامو بذارم تو دهنش. خیلی اینا فارسی رو ترجمه میکنن به انگلیسی، پا تو کفش کسی نکن. و الا آمریکایی میگه که دماغت رو توی بیزینس کسی نکن. بماند، اب نداره، ما که نه فارسی بلدیم نه انگلیسی بلدیم نه ترکی بلدیم نه چیزی، ولی تو همه اینا ادامه میشه. در اصل دوستان یاد بگیرین کسانی که پابلیک فیگر هستن، حتی ما که کسی نیستیم، ولی به دلیل اینکه چند سالی اومدیم نشستیم جلو تلویزیون، ما خودمون به مردم اجازه میدیم که به قول شما پاشون رو توی کفش ما کنن. ما خودمون به مردم اجازه میدیم که دماغشون رو توی بیزینس ما کنن. شماها مگه وکیل اون هستی؟ ما تا حالا فکر کردیم رضا پهلوی وکیل شما. این بدبخت که همیشه ننش براش دستور میداده، حالا دیگه شما شدید ننه این، ولمون کنید تو رو خدا. یکی نوشته آقا این ویدیو رو که نمیدونم وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی درست کرده. میگم من برام مهم نیست کی درست کرده، مهم اینه که اون چیزی که داره میگه درسته، من پخشش میکنم. شما هم ویدیو درست کن، من اگه دوست داشتم دیدم درست میگی پخشش میکنم. عجب ملتی هستیم واقعا. در هر صورت پاتو تو کفش فلانی نکن. تو آمریکا وقتی یه کسی یه حرف غلطی میزنه میگه من پامو کردم تو دهنم. حالا فکر کنم خب اگه پامو تو کفشش نکنیم باید پامو رو بکنیم تو دهنش، چون چپ و راست حرفای غلط و غلوط میزنه. ببینید چجوری این زنش دنبالش راه میره تلفنش رو برمیداره از دست، مثل بچه ها هست تلفنتون رو برمیدارن
شما میگی این میزنه حالا تلفن رو لاک میکنه، خراب میکنه یا میفته، این زنه یاسیه، یاسمینه، چیه نمیدونم، حتما یه اسم کلیمی هم براش انتخاب کردن، اونم بگید دیگه. تلفن رو از دست این میگیره، بعد میره میشینه اونجا تو تلویزیون نمنتو، میشینه اونجا دارن رنگ روغنش میکنن، میگه آقا چرا اینو رنگ کمتر زدی، این نور میده اون نور نمیده، برو خانم دنبال کارت، برو دنبال زندگی، بدبخت تو وکیل هستی، برو یه شغلی درست پیدا کن، سالی 250,000 دلار، 300,000 دلار، 500,000 دلار تو آمریکا میتونی در بیاری. این خفت و خاری، شام صندلی شام بفروشین و نمیدونم نهار، خجالت آوره. بگذاریم. خب یه آهنگی هست یه آقای اهوازی اگه اشتباه نکنم خونده، رو سریت رو در بیار. ببینید دوستان، رو سریت رو در بیار همونقدر غلطه که رو سری بذار سرت غلطه، همونقدر غلطه که رضا قلدور، رضا شاه گفت چادرتو در بیار. دیکتاتور یعنی همین. ولی شما میتونی، شما میتونی با فرهنگ سازی، با آموزش و پرورش به مردم راه رو نشون بدی، چاه رو هم نشون بدی. من یادم سالها پیش یه مصاحبه داشتم با دکتر منوچهر گنجی و ایشون گفت که اون موقع وزیر آموزش پرورش بوده، گفت که با اون خانم فرخرو پارسا، گفت ما نشستیم به این نتیجه رسیدیم این بچه ها، دخترهای کوچولو که میرن مدرسه از صبح تا از بازی میکنن، این رو سری رو سریشون، سراشون شپش میزنه، هوا نمیخوره، آفتاب نمیخوره. خب بهشون گفتیم به معلم ها و فلان اینا، اینا وقت مدرسه دخترون هست و اینا برده، بعدم یکی یکی چیز میشه. ولی نباید این کارو بکنه، این اشتباهه، اونم اشتباهه، این دیکتاتوریه، اونم دیکتاتوریه. ما از این وری برای که نیفتیم انقدر میریم عقب عقب که از اون ور میفتیم. این هم از شاهین میگه اصلا، میگه عمو سربی اصلا دل دماغ ندارم ولی دارم سعی میکنم. ببین من وصیت کردم که منو بسوزونم، همچنین میخوام یه دفعه یه ویدیوی ساختم الان دیگه نمیدونم کجا، که روز مرگ من کسی مشکی نپوشه، عزا نگیرن، قرآن پخش نکنن، موزیکی، شرابی، فلان اینا، و از همه بهتر این کار نکنن، مخارجشو بدن به امور خیریه، انجمن خیریه. ما صحبت از انجمن خیریه شد، من امروز حقیقتش دل و دماغ برنامه نداشتم، ولی رفتم دیدن مادرم، بعد که اومدم جون گرفتم، رفتم کوکو سبزی خوردم با نون و خیارشور و گوجه، تو راه که اومدم گفتم ای یادم رفت، دیدم مزهش مثل همیشه نبود، یادم رفت فلفل سیاه بزنم بهش. کتلت که میخورین فلفل سیاه، کوکو سبزی، فلفل سیاه جون میده بهش، حال میده. خلاصه جون گرفتم اومدم نشستم. شما از مادرت اجازه بگیر شاهین جان برنامه بذار و میبینی الان مثلا پدرام و خانمش اومدن درباره سوئد و راهپیمایی 25 شهریور و فدراسیون فوتبال و اینا صحبت کردن و 1200 نفر هنوز 24 ساعت نشده، چون دیشب ساعت 4 به وقت ما که به وقت اونها 10 شب که الان 1 ساعت و نیم هنوز مونده، بعدم تا من خواستم اون ویدیو رو بذارم و اینا یه مقداری طول کشیده. هر چی که فیسبوک دیدن من اونها رو برداشتم، چون اولش ما داشتیم صحبت میکردیم، هر چی به پدرام میگم پدرام رو ایر هستیم، حواسش نیست دوباره حرف میزنه. بعد آخر کار تو برنامه بهش گفتم خانومت خیلی بهتر از خودت حرف میزنه، تمرین کن یادت بده. در اصل ممنون و متشکرم از یکایک دوستانی که این برنامه ها رو که میبینن دیگه صبر نمیکنن، همین الان با دوستانشون شیر میکنن، همین الان لایک میزنن، همین الان روی یوتیوب نمیدونم سابسکرایب میکنن. من دیدم این دوستان جوان برنامه که میذارن یه دفعه یه نوشته میاد میگه اه هنوز که سابسکرایب نکردی، دو سه دقیقه نگاه میکنی میگه اه هنوز که لایک نکردی، لایک، فالو، سابسکرایب، کوفت، زهر مار، هر چی که میدونید یادتون نره. اجازه بدید باز تا یادم نرفته یه تشکر کنم از اون بیننده‌ای که من رو از زمان تلویزیون رنگارنگ و تلویزیون ما تیوی و آقای انصاری و آقای شهبازی و اینا میشناسه، و اون بانویی که ما اون روز تا این دستگاه رو نشونه. این دستگاه خیلی ساده است دوستان، اگه مسافرت بخواییم برین این مثل دکمه کاپشن باز میشه،
اینو میذاریش اصلا اینجوری دلا مثل کتاب میذاریش تو کیفت، اگرم نه همینجوری. و این خیلی ساده، من نمیدونم چی درست کردن. یه دونه چارجر داره، ببینید این سیم چارجر از این سیمای اینجوری میخوره بهش، چارجش میکنید، اولی که میاد یکم چارجش کمه، چارجش میکنید، وقتی چارج شد این دوتا، ببینید این دوتا رو میچسبونید، یک کلیک کلیک، بعد میذارینش، پاتون رو میذارین روش، رو روشن میکنین و با این روشن میشه، با این هشتا مود یا هشتا حالت مختلف، ماساژ های مختلف داره و با این یکی کم و زیاد میشه، با این یکی خاموش میشه. من یه چیزی که رفتم خوندم یاد گرفتم اینه که بعد ورش میدارم میذارمش رو میز، دستامو میذارم، دوتا دست، یکی اینجا یکی اینجا، دیدم قشنگ دستامو اینجوری ماساژ میده، منقبض میشه، منبسط میشه. و یه چیزی بهتون بگم، پای من، ما که همه آرترایتز و آرتروز میگن تو ایران، اون یکی دیگه چیه، روماتیسم و اینا همه رو داریم به خاطر اون خونه‌هایی که کاشی نبوده، موچت نبوده، گل بوده، بعد روش حسیر مینداختن، بعد این حسیر رطوبت گل رو میگرفت، ولی کجا میرفت؟ میرفت تو بدن ما بیچاره ها دیگه. خلاصه هممون روماتیسم رو داریم. نمیدونم، یه جا شنیدم وقتی هم برنج میخوری این درده بیشتر میشه. بماند، باورتون نمیشه، این اون پادرد من رو خوب کرده. حالا تلقینه، خوب نشون میده هنوز مغزم قویه کار میکنه، نیست نمیدونم. ولی از اون خانمی که لطف کردن و به جایی که ما گفته بودیم 50 دلار اگه بفرستید ما براتون میفرستیم، ایشون 120 دلار فرستاد، 13 دلار نیمم هزینه وسترن یونیون کرده بود. ولی ما باز هنوز رو همون هستیم. اگر کسی دوست داشت حمایت کنه 50 دلار برای تلویزیون مردم بفرسته، آدرسش که میفرسته توی آمریکا، من یکی از اینا براش میفرستم. از طرفی باز بعضی از دوستان لطف میکنن برای ما یه چیزایی میفرستن، مثلا این ساعتهای سمارت فون، اینو فرستادن برای من، من اولا پشتش قلب و ایناتو نشون میده، من چیز نمی کنم، من ساعت که میبندم میزنم این ورور در و دیوار ماشین این ور خراب میکنم. و یادمه خیلی ها قبل از انقلاب، یه دو سال قبل از انقلاب، داداشای من که اینجا بودن برای من یه ساعتی فرستادن، درست هم مثل این بود، صفحه سیاه و اینا، از اینا بود که وقتی چیز میکرد یعنی خاموشه، این وقت میگیری اینجوری روشن میشه، میگه هلو، یادم بلد هم نیستم چجوری باش کار کنم، آره میگه هلو، بعد این همه چی به نشون به تلفنت وصل میشه، تلفن تو میتونی با این جواب بدی، شب که میخوابی صبح بهت میگه چقدر خواب بودی، چقدر بد خواب بودی، ضربان قلب، نمیدونم چند قدم راه رفتی فلان اینا. و اگرم شما هم دستتون مثل من گنده هست، اصلا نگران نباشید، این بندش چیزای مختلف داره، قشنگ بسته میشه، فقط برای دست زن ها و اینا نیست، مرد زن میتونه ببنده. ولی من اهل ساعت نیستم. حالا بهتون بگم اون ماجرای چی شد، چون آقای اکبری اینجاست، آقای اکبری و من ارادت خاصی داریم به کازرون. یه دفعه آقای اکبری تو راه کازرون اون ساعت رو پوشیده بودم، از این ساعت ها بود که میزدی قرمز روشن میشد، یکی دیگه میزدی برج و اینا ماه و اینا نشون میداد، خیلی اون موقع شیک بود. بعد بنزین تموم کردیم یا یه اشکالی پیش اومد، یادتونه اون وقتا زرت این لوله بنزین رو میکشیدن، میگو استارت بزن، نگاه میکرد که کاربرات شوت میکنه و اینا. بعد فکر کنم اون موقع ما فکر میکردیم جیگولی ساعت رو بستیم رو دست راست، اصلا نمیدونستیم چرا بعضی ها ساعت رو دست راست میبندن، اونایی که چپ دستن ساعت رو دست راست میبندن برای که وقتی با آچار با چکش اینا کار میکنن این ضربه نخوره، که الان مهم. خلاصه این همینجور اینجوری که استارت میزد بنزین ریخ، بنزین ریخ روی این، من وقتی دستمال برداشتم پاکش کنم دیدم اصلا رفت. خب پلاستیک بود دیگه، پلاستیک با از بنزین و از چیزای نفتی درست میشه، ولی تو خود اونها حل میشه. خلاصه هیچ وقت یادم نمیره. آقای اکبری حالت چطوره؟ از هتل رفتی خونه یا هنوز هتل هستی؟ و گاهی وقتی شما یه ویدیوی کوچولویی، یه حرفی چیزی درست کن تا دوستانی که احوالت رو میپرسن اونا هم به اصطلاح
ببینن کجا هستی چه کار میکنی. حالا داشتم اینو میگفتم، اگه کسی 50 دلار بفرسته این یه دونه از اینا براش میفرستم که بهتون گفتم اینجوری کار میکنه، این مودش هست، بعد درجات مختلف تا 19 میره. من اگه بزنم 19 دستم رو بذارم به این اینجوری مثل کویل ماشین کویل برق میگیرتم، بعد برای 10 دقیقه هم کار میکنه، خودش خاموش میشه. اینجوری هم که میتونی درجهش کات کنی خاموش کنی. این یکی ریموت داره، ولی حقیقتش با ریموت کسی کار نمیکنه، چون دیگه وقتی نشستی اینجا میزنی، حالا حوصله ریموت و باتری نه. اگه کسی 100 دلار بفرسته هر دوشو براش میفرستم، یا نمیدونم 50 دلار این 50 دلار اون. و یادتون باشه شما ممکن اینا رو اینترنت بتونی ارزان‌تر بخری، ولی هدف اینه که حمایت کرده باشی. در هر صورت صحبت از خیریه شد، ما هفته پیش یه فیلمی دیدیم و برای آقای پتیک فرستادیم. پتیک تا یه چیزی براش میفرسی میگه 100 دلار تو چک تو پست داره میاد، میگیم بابا نکن 100 بده ما حرف بزنیم، هنوز ما حرف نزدیم شما چیز کردی. خلاصه این 100 دلار که اومد، ما به یه دوستمون تو ایران گفتیم که یه 100 دلاری هست بده به این انجمن خیریه ایران آقای خونساری. بعد این گفت باشه. ما برای اون دوست دیگه فرستادیم. حالا ببینید پول از کالیفرنیا اومده اینجا، من فرستادم کالیفرنیا، کالیفرنیا به ایران بگه ایران 100 دلار بده به اون. بانک آف امریکا برای من یه ایمیلی فرستاده که ما پول شما رو نگه داشتیم، هولد گذاشتیم روش 15 روز، شما زنگ بزن ما ببینیم کجا به کجاست، و اگه زنگ نزنی ممکنه این پول رو سیجر کنیم اصلا بگیریمش. یعنی مثلا قاچاقچی گرفتن، دیده قاچاقچی هایی که میگیرن ماشینشون هم برمی دارن. یادم بیچاره بیهجابا یه مدتی میگو این بیهجابی کرده ماشین رو برمی داره، یا این مزاحم زنای مردم شده ماشینش رو برداشت بدن. اینا این 100 دلار ما دو بار زنگ زدیم بهشون، میگیم بابا جون این ملاها میلیون میلیارد معامله میکنن، شما هم هیچ جا نه اسمشون میکنی نگه میدارین نه هولدش میکنی، ما 100 دلار فرستادیم، حالا شما چه مرگیتونه که اینو نگه داشتید؟ میگه توی ممو توی یادداشتش نوشتی ایران چریتی. خب اون دوستان توی ایران اسمشون خیریه ایرانه، ما هم به انگلیسی حالا خواستیم بگیم خیلی انگلیسی بلدیم، ورچی نشتیم ایران چریتی، کلمه ایران این پول رو قفل کرده نگه داشت. ولی خیلی جالبه رضا شاه اسم بچهش میذاره محمد رضا و نمیدونم حمید رضا و علی رضا و فلان، شاه اسم بچهش میذاره رضا و علی رضا و نمیدونم فلان، این کوفتی رضا پلوی اسم بچهش میذاره نور و ایمان و نمیدونم فلان، اون وقت نوه خمینی اسم بچهش میذاره ایران. حالا چه شود دختره ایران فامیلش خمینی؟ یعنی چی سر کلاس صداش میکنن ایران خمینی؟ ببینید چقدر خنده‌دار میشه و چقدر زمانه میچرخه. یعنی این اینجا میگن سیرکل آف لایف، دایره زندگی همینجوری میچرخه و چجوری بالا و پایین میشه عوض میشه. شما فکر میکنید چی میشه این 100 دلار برای خیریه ایران؟ بالاخره دیروز دوستان لطف کردن و گفتن رسیده. دوستان خیلی خوشحالم امروز آقای آتیلا هم اینجا با ما هست و سلام میکنن به شما دوستانی که در لایو هستید و آقای نیساری. تا آقای نیساری اینجا هست غیبت نباشه، دیدم آقای آبتین شده فرمانده ایران بانان. به خدا دوستان کم کم هممون داریم مالیخولیان توهم زده، میگن توهم زده. مثلا آقای آبتین میگه ما پارسال اعتصابات را انداختیم، همه اتوبوس واحد شرکت نفت دیگه هر جا بلد بود اس برد، اینا اومدن اعتصاب کردن، یه دفعه آقا رضا پهلوی و قنبلی نژاد معصومه و اینا. بابا اینجوری نبود آقای نیساری، تو رو خدا شما سنت بزرگتر از این آقای آبتینه، یکم نصیحتش کن. به او آقا میخندن بهمون، میگن ما مشنگ شدیم. کجا آقا؟ یه روزی رو شما مثال بزن، شما فردا سه شنبه است تو ایران بگو آقا فلان منطقه، هم منطقه هایی که خودتون حالا اشایرید لورید نمیدونم مال چارلنگین مال هفلنگین هر جا هستید، بگی تو منطقه بیان آقا فلان میدون، واقعا اقلا خودتون بفهمید چند مرد علاجه. نکنید این کارا رو،
هر دو نفری که میان بیرون سیزه به در میشه، طرف میگه ما گفتیم اومدن بیرون. چهارشنبه سوری میشه میگه ما گفتیم اومدیم بیرون. و وقتی هیچ خبری نمیشه میگه آها چون اون یکی اومد بیرون اینا رفتن تو. نکنید والا، آبرو خودتون رو نبرید. میخندن به ریش ما. آقا نگاه کن، من میام میشینم اینجا دو ساعت حرف میزنم 300 نفر نگاه نمیکنن. دو تا جوون اومدن نشستن بغل هم، پدرام از بازی فوتبال اومده بود، خانمش از سر کار اومدن نشستن اونجا حرف زدن، 1200 نفر اومدن نگاه کردن. جوونا دیگه حرف من و شما رو نمیخوان گوش کنن، اصلا براش قابل تحمل نیست. میگه شماها زندگی ما رو خراب کردید، بذارید اقلا یه نسل جوانتر بیاد باهاش صحبت کنه. آقای بهرام آبتینی که نشسته زیر دست محسن رضایی فلان، این الان ببخشیدا این ببرش امام رضا هم آب توبه بریز سرش، این همونه که تو 13 سال. صدا خیلی ضعیف است، مطمئنی؟ آقا دوستان دیگه چی فکر میکنن؟ سلام سوربی جان، زمانیان هستم، فرهاد علیرضا عزیز. آقا دوستان دیگه بگن صدا خوبه یا بده. شاید آقای نیساری صدای دستگاه، بذار خودم اینجا رو امتحان کنم، بیا میارم اینجا نگاه کن آقای نیساری ببینیم صدا خوب هست یا بد. من اینم بذارم رو 16:09، بیام اینجا برنامه لایو کجا هستیم، اگر را بیادش اسکرین کپچر و اسکرین کپچر. بله این یه لحظه ما بیان اینجا آف کامرای 3. ببینید این صفحه فیسبوک منه، بزنم اینم اذیت نکن دیگه آقای سم، اینجا رو 95ه، بیا بردمش پاس، بذار ببندمش عزیزم. نه یه چیزی چی کردیم صدا الان پژواک پیدا کرده. میگی نگاه که هنوز تو هتل جا خوش کردم. شاید بشه مثل موقعی که اومدی آلمان درس بخونی برگردی بعد دیگه همینجا جا خوش کردی، اونجوری نشه. بذار من اینو خاموش کنم، صدا فکر نمکنم بد باشه. آقای نیساری با چیزی که شما گوش میکنی باید به اصطلاح صداشو تغییر بدی. و من حالا اینجا یه کم دیگه هم میبرمش بالاتر، ولی دستش نزنیم بهتره. خب دوستان عزیز، اون داستان خیریه رو گفتم. آقای اکبر عبدی من اولین باری که دیدمش توی فیلمی بود، نمیدونم اسم فیلم چی بود، میدونی فیلم ها رو ما مثلا به یه جمله میگو بازم مدرسه هم دیر شد. این یه بچه ای بود، بعد مثلا بهش گفتون انشا بنویس درباره برف، نشست بیرون نگاه کرد میگو برف میباره، برف می نمیدونم فلان، بعد برف قطع شد دوباره اینجوری. اینا از همون موقع این آدم جالبی بود. بعد خداییش قبول کنید هر بچه دیگه ایرم آوردن تو فیلم بازی میکرد، ایرانی بدبختی که یه تلویزیون بیشتر نداشت یا دو تا کانال ماکسیموم بیشتر نداشت، خب مجبور بود به اینا علاقه مند بشه. حالا پرویز کاردان همشهری ما باشه توی مرادبرقی با اون قیافه و با اون دخترای جوان، جای خودشو باز میکنه. همینجوری که این آقای محمد حسینی دیوانه شده بود دلغک زمان آخوندا، بعد میاد میگه که 5 میلیون بهش دادن که بره تو تلویزیون مهاجر. جالبی که شهرام همایون هم نشسته گوش میکنه. آخه آقای همایون شما میدونی اگه بهش 5 میلیون کسی پیشنهاد کرده بود، 50 میلیون ایرانی رو سر میبرید بره. چرا شما میشینی مزخرفات اینا رو گوش میدی؟ بمانه بیاین سراغ این داستان اکبر عبدی. اکبر عبدی یه نواری ازش پخش شده که راجع به شهر نو و قلعه و این چیزا صحبت میکنه. قبلش هم میدونید که حمله کرده بود به اون هنرپیشه‌های دیگه، فیلم‌های دیگه. بعد من گفتم بذار ببینم این اکبر عبدی چند سالشه. اولا ایشون 1960 دنیا اومده. 1960 1978 انقلاب شد، میشه 18 سال. این میگه زمان شاه
میرفته شهرنو، فاحش خونه، قلعه، نمیدونم فلان. آقای عبدی، آقا یکم خودتون ببینید چی دارین میگین. شما دوره شاه هنرمند رادیو تلویزیون هم بودی، همش دوربر قلعه و شهرنو و نمیدونم پری پلنگه و پری بلنده و چی چی چارشاخ و فلان میگشتی. عجب ملتی هستین. اینا هنرمند زمان شاه و حالا هم که بله داخل مترو هستم، صدا ضعیفه. آره صدا کمی ضعیفه آقای عزیزی، نمیدونم والا من هیچ چیز خاصی ندارم. بذارید من این میکروفون رو از اینجا بیارم اینجا اینجوری. الان چی؟ الان بهتره؟ خب گوشی گذاشتم بهتر شد. آره دیگه بعض وقتا خودتون میگه زمانه گر با سر سازش نداره تو با زمانه بساز. و ممنون و متشکرم. ضمناً یادتون باشه همه ماجرای صدا و اینها هم بالا میره هم باز میشه. شما علامت اسپیکر یا بلنگو رو اگه ببینید همیشه چند تا خطه که اینجوری باز میشه. معنیش اینه که صدا هرچی دورتر میره بازتر میشه، انقدر ضعیف میشه تا از بین میره. حالا من اینو آوردم نزدیکتر و گذاشتم درست روبروی دهانمون، ببینیم چجوریه. فهم پریروز من یه میکروفون فروختم 14 دلار. زده بودم 20 دلار. وقتی آقای اومد گفت من از یه راه دور اومدم. گفتم اگه به من گفته بودی من میآوردمش اونجا برات سه شنبه، تو من میگرفتیش وسط راه هم دیگر میدیدیم. حالا چقدر بنزین بوده؟ گفت یه گالون و نیم. گفتم خب بیا این 6 دلار پول یه گالون و نیم. این عوضی میگه سوربی جان من کمی در مورد شهبانو یاسمین پهلوی. سوربی جان بگویید، این خانم خیلی باحاله، خیلی سینه هاشو میندازه بیرون. آقا این سینه هاش هم که بنده خدا دیگه قلابیه، چون سرطان گرفته بود راجب. حالا اینا رو چیز نکنید دیگه، خودتونو پایین نیاره. یعنی اونا اگر آدمای گدگودوی هستن و لو لایف یعنی پس فطرت هستن، شما نذار اونا شما رو پس فطرت کنن. یعنی این به عنوان یه زن شما هر حمله ای بهش بکنی میگن شما زن ستیزی. میدونید چی میگم؟ از لحاظ فیزیکی به کسی حمله نکنید، از لحاظ جنسیتی به کسی حمله نکنید، از لحاظ مذهبی به کسی حمله نکنید. این چیزایی رو که اینا میگن همونو ببرید زیر ذره بین، همونو بذارید رو میز تشریح. این کار زشتی که انجام دادن از اون ور سرسال این بیچاره هاست، اونا میخوان عزاداری و فلان بیسار، اینا میخوان پول جمع کنن. آها میگه صدا بردارت حتما ایرانیه. این سعید کاووسی هم دیگه زده به سیم آخر. عزیز من صدا بردارم شما هستین که تو کار موزیکین، هر وقت ما میریم یه جا صدا خرابه. دیگه عزیز دوست مشترکمونه، بهش میگم عزیز جان اینجا گوشمون کر شد. میگه خب سوربی جان برای که جلو نشستی. میگم یعنی شما میگی هر کی اومد جلو کنسرت باید شب که میره خونه از این بر بره بیمارستان گوش رو جراحی کنه؟ پس این صدا ها رو که کنترل میکنن تو برنامه ها چیه؟ فلان خواننده که میاد ورف ترپ 3000 نفر، فلان خواننده که میاد 60000 نفر توی استادیوم همه صدا رو یک نواخت میشنوند چیه؟ حالا به جای این کاوسی جان شما لطف میکردی میگفتی نه من مثلا کباب بازارم صدا خوبه. یکم باقی شما که رفتی اون دنیا و برگشتی گفتی من قرار شده مهربون باشم. مهربونیت اینه؟ اگه مهربونیت اینه دیگه ظلم و ستمت با ویلا میشه. حالا ما یه لبخندی هم برای شما میزنیم، بفهم اینم لبخند برای شما. قه قه خندید. این از این. و اما اینترنت در ایران، من یه آقای هست اسمش هم یادم میره، نمیدونم اسمش اهوران چیه، برنامه هایی که میذاره راجع به تلفن های مختلف، نکاتی که میگه من بعض وقتا رعایت میکنم، گوش میکنم، میبینم خوبه درسته. بعد چند روز پیش یه ویدیوی درست کرده بود که گفته بود اینترنت ایران آزاد شده، محروم به اصطلاح اون چیزشو برداشتن. دیدن آقا این آقا رضا پولوی و ترامپ و کوفت و زهرما که هنری ندارن اینترنت برای مردم بفرستن، خود اونا دلشون به رحم اومد یا گفتن آقا ما داریم پول از دست میدیم. بالاخره این گفت درست شد. من نوشتم کسی
میدونه که این خبر درسته یا نه. یه نفر نوشت نه آقا درست نیست، من امتحان کردم هنوز اینجوری نیست. سعید کاووسی طبق معمول منفی بافی گفت اگه ایرانی همچین چیزی گفته دروغه، ولی من دیگه خبری ازش نشنیدم. روی صفحه من هست این آقا که میگه به اصطلاح تحریم از روی اینترنت برداشته شد. البته به درستی توضیح میده که اگر حتی آمریکایی یا کشورهای خارجی تحریم ها رو برداشته باشن، باز این آخوندهای کوفتی و اون فیلترینگ و ماجرای اینا، البته تو کانادا هم فیلترینگ گذاشتن، باورتون میشه؟ یه چند ایرانی هم مسخره کرده بودن، دیدم بهزاد هم از اونجا برای من فرستادی که آقا کسی وی پی ان وی آی پن چیه داره ما بخریم که بتونیم خبرها رو، یعنی دیگه کانادا رو دست آخوندا بلند شده، صفحات خبری رو هم چیز گرفته. این ماجرا من فقط چون اینا رو نوشتم یکی یکی بگم براتون. $100 برای خیریه ایران، خودتون میتونید مستقیما کمک کنید، ولی اگر مشکلاتی دارید، من اون دفعه گفتم برای ما بفرستین این کار انجام بدین، حقیقت حالا پس گرفتم، ولی اگه شما میخواین کاری بکنید همه جا از خونه خودتون شروع کنید، از کوچه خودتون، خیابون خود. همیشه گفتن چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است، ولی اگر دیدید و به اصطلاح باور دارید که تلویزیون مردم میتونه کمک کنه، شما میتونید مثلا حمایت کنید، بگید آقا این $50 برای تلویزیون مردم، $50 رو هر جوری که خودت سلام میدونی خرج کن. حالا این چیه؟ من مثلا بیشتر باور دارم که اینو خرج بچه‌هایی که میخوام برن مدرسه. الان امروز 13 شهریوره، یعنی 18 روز دیگه مدرسه ها باز میشه. 16 که ماشاءالله الله اکبر هر سال اول مهر یه پیامی میده، دوباره میره قمارخونه. خانم مریم رجوی 100,000 ماشاءالله الله اکبر دوباره یه پیامی میده، میره دنبال دادنش، منظورم کارد چی میگن، دستور دادنه چی میگن، این ده فرمان صادر کرده بود. آقای رجوی که الان چندین سال غیب شده، احتمالا اول ماه مهر میاد دوباره یه پیام میده. بگم خب قدرت اینترنت دست ارباب های جمهوری اسلامی است. آقای نیساری یکم راجع به کانادا تحقیق کن. کانادا که کپی آمریکا، از اون ورم کانادا انگلستان دیگه، درسته؟ کانادا که رئیس جمهور نداره، صدر اعظم داره. یعنی چی؟ یعنی مثل کشورهای دیگه که زیر سلطه یا زیر اون چیز استعمار، باید بگیم این کلمه استعمار هم یه کوفتیه، خود کلمه استعمار از امارت و سازندگی و اینها میاد، ولی استفاده که اینا کردن به خاطر کالونایز کردن اون کلونیایی که درست کرده بودن، معنیش بد شده. خیلی جالبه ها، یه کلمه درست باشه مرور زمان معنیش عوض کنه و بد بشه. مثلا این کلمه گی یعنی شادی، خوشحالی، ولی یه عده همجنسگرا چون از استفاده کردن، برای بعضی ها الان تا بگی میکنه بابا گی یعنی خوشحالی. اصلا خواننده داشتیم فامیلیش گی بود فکر کنم. خب قدرت اینترنت دست اینم از این. بله. و اما آقای اکبر عبدی، شما نظرتون چیه؟ من به نظرم اون کاری که راجع به یه فیلمی یا راجع به یه تئاتری صحبت کرده بود خیلی کار زشتی بود، که گفته بود نمیدونم اندازه هیکل اونا میتونه برینه. خب این نشون میده آقای عبدی چقدر زیاد میخوری، چقدر کونت گشاده ماشاءالله. بعد این یکی دیگه بدترش کرده که زمان شاه این آقا نمیدونم میرفته قلعه و شهرنه و اینا بمانه. خب آقا صدا علیه ما جهان پنجمی های عقب افتاده ژنتیکی کر هستی. آم عالیه، منظورش میخواستم این سه عالیه نشته علیه. برگر کینگ هم کینگ شد ولی 16 هست. این آتیلا یه چیزای قشنگی می‌نویسه. می‌نویسه شب اومدم دوتا آبجو خوردم اینجور اونجور، امام صادق می‌فرماید این اون. یکی نوشته بود آقا من از دست تو دیگه مثلا اینجا هم درد گرفته از بس خندیدم. امیدوارم همیشه شاد و خندان باشید. دوستان عزیز قبلا گفتم اگر لطف کنید همین الان که دارید این برنامه رو می‌بینید، اگر دارید به صورت زنده می‌بینید، اگر دارید به صورت بازپخش می‌بینید، برای دوستانتون بفرستید. حتی بهشون بگین
من مثلا از این آقا متنفرم، نظر شما چیه؟ نظر اونا رو بپرسید، بعد لایک کنید اگر موافق هستید با این چیزایی که من میگم، یا از این نوع برنامه خوشتون میاد سابسکرایب کنید. از همه مهمتر اگر میتونید حمایت کنید. یه بار دیگه بگم، اگه کسی این دوتا رو با هم میخواد 100 دلار، اگه یکی 50 یکی 50، چرا نمیگیم 100 دلار 90 دلار هم بده، چون یکی باشه دیگه یه پسته میبری پست میکنی، یه خرج داره، یه وقت باید بذاری اونجا. ولی این خیلی قشنگ بود. برگر کینگ هم کینگ شد، ولی 16 هنوز تو ولیعدی مونده، عرضه برگر رو هم نداشت. خداییش آدم مفلوکیه بدبخت. آقای آتیلا ببین، شما دبی کار کردی، شما با آدما هر روز صحبت میکنی، این آقا یه روز کار نکرده تو زندگیش، مدرسه خواسته بره نرفته تو سرما و تو گرما، کتکش کسی نزده، مدرسه به نامش درست کردن، آقا تپ 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 با ماشین رفته، با ماشین اومده، از تو خونهشون به مدرسهشون با ماشین رفته و اومده، از تو کاخشون. این مفلوکه، این بدبخت. شما یه بچه‌ای که تازه دنیا میاد، این دوتا پاشو ببند، دوتا پاشو ببند، دو سال، سه سال، خب این دیگه نمیتونه راه بره. این اینجوری شده. چرا این کفتربازا با یه بالای پرای مخصوص کفتر رو میکندن، دیگه نمیتونست بپره. حالا این هی اونا اومدن میگن بپر بپر. این کوچه ببینید، این خانم شازده پهلوی، شازده پهلوی، یه نفر پیدا کنه ببینید این خانم کیه. اون آقای بهبودی که حالا یکی یکی داره گندش بالا میاد، مثلا میگه دختر من که زیر سن بوده گرفتنش، و همیشه معلوم میشه دختر اصلا سر کار دانشگاه داره میره، دخترش زیر سن بوده، بعد چجوری اینا با فرودگاه و با هواپیما میان و میرن اینا. آقا همه شون دروغ میگن. از اون حسینی دلغک آخوندا، ملیجک آخوندا دروغ میگه، میگه 13 تا آپارتمان توی یه طبقه بهش دادن. بعد این همونه که تو ایران وقتی این چیز شد گفتن آقا این کلاهبرداری کرده. اینا یکم که پول دار میشن طرف میاد باهاشون میگه این همچین معامله کنیم، بریم کلا سر مردم بذاریم فلان، یه وقت نگاه میکنیم اینه اه اونا کلا سر خودش گذاشتن، هر قدم زرنگ باشه، بعد مجبور میشه در بره. شما داستان زندگی رو از زبان خودش گوش کنید. زن بچه رو فرستادم قبرس، بعد اومدم بهش گفتم حالا اگه شما میخواد برگردی ایران جدا شو. همون ماجرای مثل اون خانم چیه، زنه که شکل گوگوشه، مهناز چیه، از شوهرش جدا شد، بعد معلوم شد اینا جدا شدن چون یه شکایتی بوده، شیر و خشک نمیدونم فاسد فلان. آقا ملت بدی هستیم. حالا این سعید کاووسی ما بهش هم میپریم، مچ پاش هم میگیریم، ولی درست میگه. البته حرف درستش رو نمیتونه تو قالب خوب بیان کنه، یه جوری میگه که حرف درستش هم دلچسب نیست. خود منم دست کمی از اون ندارم، منم زبانم تلخ، ولی اون دیگه خیلی تلخه، کوفته، زهر ماره. خب رضا پهلوی همش در حال کاره، تو همه شوهای تلویزیونی هست، در تمام کنسرت ها هم هست. آره دیدم تو برنامه بهروز وثوقی، این بهروز وثوقی هم ما فکر میکردیم یه پخیه، به زبون خودش حال ترکی صحبت میکنه. این مردی که حالا با اشرف بوده، با نمیدونم قشرف بوده، رفته و فلان، چک ماجرای حالا تو آمریکا میگه من اگر امشب بمیرم به آرزوهام رسیدم. آخه خاک بر سر تو، آرزوی زندگی دیدن این عقب افتاده بوده که حالا اون اومده تو مهمونی این برنامه مکس امین. مکس امینی چه خای مالی شده آقای مکس امینی؟ بابا این همه کمدین ایرانی داریم، حالا تو اومدی یه دفعه با سرعت میری، با سرعتم میخوری زمین ها. دیدین این ماشینایی که خیلی سریع میرن وقتی تصادف میکنن، میرسی نزدیکش اصلا قابل تشخیص نیست که این ماشین فورد ماستانگ، بی ام وی چیه، برای که با سرعت میری، با سرعت میری وقتی خوردی به دیوار داغون میشی. بعدم اینقدر بابا مالی دیدی که زخم شد بیچاره. بعد تازه حالا اون چیه؟ اون خودش خایمال رضا پهلوی. ملت عجیبی هست. خب گویا بالونی ها قرص کارکن زیاد دارن. خب خانم مهناز موسوی اینجاست. دوستان راجع به خانم موسوی و پدرام در برنامه گفتم، نشون دادم 1200 تا بیننده از دیروز تا حالا فقط رو یوتیوب، رو فیسبوک و لینکدین و توییتر و اینا، اینستاگرام اینا من گذاشتم همه لینک ها رو، نمیدونم اونجاها شماره نمیده. باور کنید من هنوز نمیدونم
شما یه لینک یوتیوب رو که میذارید یه جایی، آیا یوتیوب اجازه میده که اینا شماره اضافه کنن یا اون یه دونه میگیره اون نشون میده؟ این سیستما و کار کرده و اینا رو من نمیدونم. همین امروز قبل از برنامه میخواستم ببینم که وقتی ما استریمینگ میکنیم لایو با فیسبوک، اینترنت قوی تری میخوایم، به اصطلاح پهنای باند بیشتری میخوایم، یا با یوتیوب. اینا رو دیگه من پیر شدم برای یاد گرفتن اینا، به خودم هم خیلی زحمت نمیدم. اینا حالا میگم، ولی فردا صبح میام میشینم ببینم کدومش بیشتره. یعنی یاد گرفتن رو اگر متوقف کنید دوستان، زمانیه که شما از بین رفتید، مردید. خانم موسوی عزیز، من به همسرتم گفتم شما اگه خواستید ویدیو رو پر کنید، لازمم نیست. مثل من خیلی لطف کردید. اولا شنبه من برام یه کاری پیش اومد، به این دوستمون تماس گرفتم، گفتم من باید برم جای یکی دیگه کار کنم که نیومده، و میشه یه شنبه اینا قبول کردن. به جای 8 شبم 10 شب برنامه گذاشته بودن که من نگران همسایا بودم، بعد گفتن نگران نباش، تو سوئد آپارتمان‌ها خوب صدا نمیره و اینا، و شما میتونید هر وقت دوست دارید ویدیو درست کنید بفرستید، من هر وقت گرفتم نشون میدم. یعنی به مجردی که گرفتم اونو میذارم روی این صفحاتی که داریم. ما بیش از 25,000 نفر این ور و ور داریم. 5,000 نفر مال خود فیسبوک شخصیمه، 15,000 تا فالوور مال اون، روی ایمیل داریم، روی این ور و ور داریم دیگه. من واقعا نمیدونم کجا باید بریم، کجا باید بگیم، ولی خود شما هم دیدم که توی صفحات گوناگون فعال هستین، و یک صفحه هم ایشون داره به نام پدرام تنازی، نه تشدید داره، دو تا نه، تنازی .blogspot.com. ازشون خواهش کردم روی صفحه فیسبوکشون این بلاگ رو بذارن، روی بلاگشون هم مقاله و اینها میذارن. میگه که البته به روز به زور وسوق باید از دیدن رضا پسر فرح خوشحال باشه، چون بوی اشرف خوب که الان تو مهمونی نگفته بوی عمت رو میدی، بذار بو کنمت. آتیلا این بیتر تو که میای، منم بیتربیت میشم. ببین چجور آقای نیساری مؤدبه، چجوری تو که پیداد میشه. هیچ وقت یادم نمیاد آتیلا یه روز از چیز اومده بود گفت که اون پایین دو نفر وایسادن میگن بیا ما چت میدیم، بعدم شرابم بهت میدن. البته من که شراب نگرفتم، دو تا شراب رو میارم، میگه من که شراب نگرفتم، هم ما چه گرفته بود هم شراب. آقا سلامتی، پروش میگفتیم تو آلمان. خب اینم از دوستان عزیز، خیلی دوست دارم همشهری عزیزم، مرسی، دل به دل را داره. و اما اینترنت در ایران رو گفتم، ویدیوشو تو قسمت لایو گذاشتم، ولی آخرین سوالی که میخوام از شما بکنم بپرسم که بیام توی لایو بپرسم که فکر کنید شما راجع به شهریور 25 شهریور چه اتفاقی خواهد افتاد. بذارید اینجا نوشتم، توی نوشتم ویدیو رو گذاشتم توی لایو، ولی نمیدونم. خبرها اینجوری، خروج شرکت‌های فرانسوی و هلندی ایران، توسعه فرودگاه امام را بر پایه همون که خوندم اون روز، تهاتر نفت به چینیا. اینو اینجا میگن بارتر، یعنی چی میگفتیم وقتی که یه مثلا شما تخم مرغ میدین پیاز میگیرین، معاملات پایاپای. آمریکا نه، همه کشورهایی که مالیات میگیرن از این کار بدشون میاد، حتی یه جایی خلاف قانونه که من با شما معامله پایا پای کنم، میگه تو بفروش، ما یه بار مالیات میگیریم، اون بفروشه دوباره تو یه بار مالیات بده، ما از دوتاتون باید مالیات بگیریم. اینم از این. ولی دوستان توضیح داده بودن و این خیلی جالبه، این نوشته رو حالا دنبال اینترنت بعدن میریم، ولی این نوشته رو من میخوام بفهمم کی چی گفته اصلا. Select Area 619، بذار من اینجوری بیارمش تو این صفحه. کامرای 3 اینجاست، کامرای 3 اینم عوض نکنه، بیا ببینیم اینجا آف، کامرای 3 نگاه کنید دوستان. این رو ایرانیان ایونت برای من فرستاده، همه هم سعی میکنن یه جوری اسم خودشونو با ایران و اینها ربط بدن. خب مهمه دیگه،
نوشته فراخوان برای یک سرمایه گذاری ملی با بازدهی دو برابر. همین الان شک کنید که این کلاهبرداریه. اوکی، حالا ما میان اینجا اینو براتون بزرگترش میکنیم که بهتر بتونیم ببینیمش بزرگترش. هم میهنان گرامی، با درود، ما دشواری هایی داریم که باید پاسخی برای این پرسش ها دریابیم. باید بگی دشواری هایی داریم که باید براش راه حلی پیدا کنیم دریابیم و به کار ببندیم. دو یا سه و یا چهار دشواری از دشواری های ما چنین هستند. این فهمیدم. این آقای ساگینیان، نوشته، آرمن ساگینیان، این پایینش رو بخونید. اینم یه مشنگیه، من چندین بار باهاش مصاحبه کردم. این کسیه که میگه حضرت محمد اومده، ارمنیه، میگه حضرت محمد اومده با این تماس گرفته، گفته آرمن ساگینیان بیا به من کمک کن، این مسلمونا آخوندا آبرو منو بردن. حالا شما جملهشو نگاه کن، ما دشواری هایی داریم فلان، بعد میگه دو یا سه و یا چهار دشواری از دشواری های ما چنین است، جمله بندی غلط فلان اینا، خلاصه همه دنبال پولن. میگه ما یه سازمان غیر انتفاعی درست کردیم، شما بیا پول بده. همین دیروز دیدم باز آقای خسرو شکیب زن زندگی آزادی رو ورداشته کرده zzazadi.org. بعد یه خانمی به نام آذر، خانم زیبایی بوده وقتی جوان بوده، و یه آقای دیگه اونم گیسش بسته بود، نشستن شما رو میخوان کانوینس کنن، به اصطلاح قانع کنن که اینا دوز نیستن، شما بهشون پول بدید اینا خرج میکنن. همه اینا رو میگه، بعد میگه آخرش ما به خاطر محدودیت هایی داریم که نمیتونیم پول مستقیم به ایران بفرستیم، ولی ما تماس میگیریم ایران فلان. آه، این همینی که یقه منو گرفتن برای 100 دلار. اگه برای 100 دلارش یقه منو میگیرن، چجوری به شما کاری ندارن؟ همه خرابن. راجع به مو صحبت کردیم، کی گفته که زندگی همه چیز ریلیتیو، همه چیز نسبیه؟ یکی از این دانشمندا گفته، حالا یادم نیست، واقعا درست میگه. من هفته پیش خب موام یکم بلند شده بود اینها، بعد دیدم چقدر اینجا واقعا کچل دیگه، اصلا هیچی نیست. شنبه رفتم آرایشگاه، وقتی گفت چی گفتم، من گاهی وقتی عینک میزنم میخوام اصلا اینجا هیچی نباشه. وقتی اینا رو کوتاه کرد، بعد دیدم بح چقدر مو دارم اینجا. تو راه خندم گرفته بود، گفتم الان یکی نگاه کنه میگه این روزا همه دارن حرف میزنن، کسی نمیگه این دیوونه است. قبلا اگه یکی نگاه میکرد با خودش حرف میزد، طرف میگفت دیوونه. خندم گرفت و گفتم نگاه کن، وقتی که اینجا 5 تا نخمو بود، چون اینجا 2 تا بود فکر میکردم اینجا کمه، حالا اینجا رو کات کرده اینجا 2 تا هست، فکر میکنم زیاده. پس این همون قانون نسبیتیه یا نسبی، درست میکنم نمیدونم، یادم نیست، ریلیتیولی، هرچی هم بلد بودیم یادمون رفت. بماند. اینم از این. شما 25 شهریور چه کار میکنید؟ به نظرتون چه اتفاقی میفته؟ من فکر میکنم مردم با این چیزایی که دیدن، نمیخوام بگم هیچ اتفاقی نمیفته، شاید هم بهتر باشه بگم هیچ اتفاقی نمیفته حقیقت، چه گول خودمون بزنیم. آقای رامین اعتبار، همشهری من، دکتر، بچه سسول ایران شیرازی که از بچگی کراوات میزنه و فلان، من یادم یک کراواتی این عکاسی کاروان برای ما زد، برای عکس دیپلم، نه عکس ششم ابتدایی، یک کراوات کثیفی اونجا بود. وقتی میرفتی خب شما باید یقه پیرنت یقه کراوات باشه، ما پیرن معمولی رفته بودیم، یک کتی هم اونجا میکردن برای یک کراواتی میزدن، من هنوز عکس پای چیم اینجوری کجه کراوات و فلان. ولی اینا از بچگی ماشاءالله فکول و کراوات و پاپیون میرفتن مدرسه و اینا، فکر کنن همه ایران مثل اینا زندگی میکردن. آقای رامین اعتبار، بابا این رضا پهلوی عقب افتاده میگه حتما اشکالاتی بوده. شاه شما که مرده ولی هی میگین جاوید شاه، خودش اومد گفت غلط کردم، از امروز تصمیم میگیرم کارهای غیر قانونی دیگه انجام نشه. یعنی چی؟ یعنی تا امروز انجام میشده، از امروز سعی میکنم قانون اساسی و مشروطه درست انجام بشه. یعنی چی؟ یعنی درست انجام نمیشده. آقا خجالت بکش، تو دکتر مملکت ما هستی،
ها چسبیدیدم که اون یاسی و نمیدونم رضا پاسی و فلان یه عکس گرفتین، خدا میدونه اون شب چند دادین، این عکس رو هی میزنید. اگه عرضه داشتید، وجود داشتید مثل من که وایسادم روبرو رضا پهلوی، نه یک بار، نه دو بار، سه بار پرسیدم مرد ناحسابی داری چی کار میکنی؟ سوگند یاد کردی پادشاهی؟ هستی یا نیستی؟ بابت 600 دلار اونم آقای ضیا آتابای خورد و رفت، پول ندادم. پول فیلم برداری اون روزی که ما رفتیم، فیلم منم گرفتن بردن استفاده کردن، ولی پول رو ندادن. من فکر نمیکنم اون پول داده باشه امیدوار خورده باشه، چون امیدوار هر کوفتی داره آدم اینجوری نیست، آدم دزدی نیست، یکم مشنگه، اون عشق لاتی داره، ولی دوز نیست که بیاد پول من رو 600 دلار منو بخوره. این درسته. اگه 4 نفر مثل شما سوال ازش کرده بودین، این مرده که میفهمید که همه نمیان به به و چه چه کنن، هی میرین پول میدین 200 دلار 300 دلار یه شامی با این میخوان یه عکس میگیرین. خب که چی؟ فردا که رفتین توالت شامه رفته، اینم که با توالت داره میره دیگه. خجالت آوره. توی قرن 21 توی دنیایی که اصلا همه مکافات رو از حکومت های تک نفره داره. خب ببینیم چقدر صحبت کردیم. خب آتیلا میگه فرصت طلبان و موج سواران اپوزیسیون های مجازی فعلا به جون هم افتادن و همدیگر رو رسوا میکنن. بدون تردید ملت درون وطن هم این حرکات را میبینن. به نظرم رضا و معصومه و اسماعیلیون و غیره همه مأمور بودن و به خوبی تفرقه بین مردم انداختن. امروز من داشتم رانندگی میکردم میمدم، آقای آرماند نوری، دکتر آرماند نوری زنگ زد و ایشون من گفت آقای سربی اصلا دیگه انگلستان تصمیمش گرفته چنین و چنان و هیچ امیدی نیست. من یه کاری کردم از صفحه خودم رفتم بیرون، نمیدونم حالا قطع نشده باشیم، یه وقت هستیم نیستیم، چون این فیسبوک وقتی من برنامه زنده میذارم باید بیارم رو اون کامپیوتره که دست بهش نزنم. اینم از این. میگه که آقای فرهاد خان، آقای سر بالاخره تکلیف ما 25 این ماه چی شد؟ کجا تجمع کنیم؟ یه جایی که یه ذرت فروشی باشه، یه کبابی باشه، یه دستشویی، یه توالت باشه، برو خودت پیدا کن. میگه که مگر به روز وسوقی با جناق حاج پسر رضاست؟ والا نمیدونم، ولی میدونم که از این دامادای موقتی اشرف بوده. و اما اینم از این. شما به من بگید دوستان نسبیت، آها قانون نسبیت، بله بله بله، من گفتم تناسب، قانون نسبیت. اینم از این. چی میگی آقا کاکوتا هستی که من نمیدونم یه تیکه جمله چی بود؟ آها هستم، من یعنی قطع نشدم، خب خدا رو شکر، ولی حالا دیگه باید برم یواش یواش ببینم چقدر بودم. سعی میکنم برنامه ها رو کوتاه و کوتاه‌تر کنم. حتی یه چند تا برنامه وقتی داشتم رانندگی میکردم با فیسبوک گذاشتم با دوربین، که خیلی دوستان های نگران بودن که ما تصادف نکنیم. گفتم بابا این روزا راننده کامیون دارن فوتبال نگاه میکنن، رانندگی میکنن. بعد ما که دیگه با ماشین های دنده‌ای و اینا بزرگ شدیم، اصلا رانندگی بعد اگه نگاه کنیم، من خیلی تو دوربین یعنی به صفحه نگاه نمیکنم، مخصوصا وقتی رانندگی میکنم. این تلفن آیفونم اینجاست، من اینجا رو نگاه میکنم. و دوستان خیلی ساده است، شما با تلویزیون با تلفناتون روی فیسبوک که برید، اونجایی که خودتون هستید، ما چون دو تا داریم، یکی خودمونیم یکی بیزینسمون مردم تیوی، یکم مشکل میزنی خودت که اومدی میای ببینید اینجا میزنه لایو ویدیو، الان چون لایو هستم اینو نمیزنم. ولی یعنی انقدر ساده هست. حالا یه شوخی کنیم با آقای بهرام آبتین. اگه بهرام آبتین، چون من یه چند بار سر اینترنت و اینا باهاش کردم، یه کمی کودنه، ولی اگه دیگه الان اون میتونه بزنه برنامه اینستاگرام میذاره و اینا، دیگه هر کسی میتونه. من خودم به دیگران میگم که ببین شما خودتو دست کم نگیر، وقتی سربی میتونه این کارو انجام بده شما حتما میتونی و بهترم میتونی. آقای نیساری به بهرام آبتین سلام من برسون، بگو آقا بیشتر از این خودت رو سبک نکن. اگه واقعا میخوای کار کنی، نمیدونم زن بچه فکر نمیکنم داشته باشه، اگه زن بچه نداری و اینا، بلند شو این حقای دیوونه گفت من میخوام برم ایران. وقتی گفت میخوام برم ایران، حداقل 4 تا و نصفی دورش جمع شدن. حالا رضای فاضلاب و نمیدونم 4 تا
خلوچل هم هی اومدن گفت آقا نری یا خطر داره. خب مرده که من میدونیم خطر داره، ما هم دنبال یکی میگردیم که خطر کنه، خطر رو قبول کنه. بهش بگو آقا بلند شو بیا بگو من 23 میخوام برم و همه بیان. نمیدونم کجا میخواد بره، میخواد بره بهبهان، میخواد بره شیراز، میخواد بره تهران. ولی این که همه بشینیم ما درستش کردیم اینا اومدن، آقا نکن این کارا، این حرفا رو نزن. بعدا تنها میشینی اونجا هر کی بهت حرف زد فوشش میدی. این که نشد که دو نفر که مخالفتن بیار بذار وایسین 3 تا 20 دقیقه صحبت کنین، یه برنامه یه ساعته مردم نگاه کنن ببینن آقای نیساری چی میگه، آقای بهرام آبتین چی میگه، اون یکی مشنگ سربی چی میگه. در صورت من که نگاه میکنم باور کن اول عصبانی میشم بعد میخندم. البته خنده تلخ من از گریه غم انگیزتر از کارم از گریه گذشته است، از آن میخندم. امروز دوشنبه 13 شهریور 1402 بود دیگه، داره تموم میشه، ساعت 3:11 برابر با 4 سپتامبر 2023. این کاغذ وقتی آدم پارش میکنه صدای آزاردهنده داره، ولی انسان ها از آزار اذیت خوششون میاد. خب اینم از این بره اینجا. دوستان عزیز حمایت فراموش نشه، مخصوصا اونایی که خارج از کشور هستن حمایت براشون خیلی آسونه. یوتیوبا رو وقتی نگاه میکنید زیرش یه جایی نوشته جوین، یعنی پیوستن، اوکی؟ اونجا رو میزنی، اون برای اونایی که میخوان ماهیانه 3 دلار، 4 دلار، 10 دلار، 1000 دلار، 50,000 دلار کمک کنن. این ورترش که میای نوشته is thanks, super thanks، یعنی یه نفر بیاد مثلا 100 دلار بده، یه نفر بیاد 500 دلار بده، 10 دلار بده، ولی بدین، دادن خوبه. یادتونه اون ایام رای بود طرف اسلام شمس اومد گفت برید بدید دادن خوبه، بعد گفت منظورم رای، شما چقدر فکراتون پلیده. خب دوستان عزیز این ویدیو رو میخواستم براتون چیز کنم. ببین سعید کاووسی منطقش اینجوریه دیگه، منطق بی منطقیه. آقا برو تاریخ 1000 ساله مملکت رو نگاه کن، 1000 سال رفوزه، اون وقت شما ملت هی نق میزنین. من یه روز تو رو میارم میشونم جلو این دوربین، ازت راجع به تاریخ صحبت میکنم که بهت ثابت کنم شما حتی تاریخ 100 ساله اخیر ایران هم نمیدونی. رفتن نشستن کباب بازار بعد از فوتبال حرف زدن این که فایده نداره که. برو به یکی بشین صحبت کن که دو کلام از خودت بیشتر بدونه، که وقتی از اونجا میای بیرون بگی آقا عجب سوالی کرده، 6 تا سوال کرد، من 7 تاش جوابش رو نمیدونستم. این همین تاریخ 1000 ساله هست که تو از توش اومدی بیرون که امروز فکر میکنی خیلی میدونی. خب بیا به دیگران بگو از کجا یاد گرفتی. کریم خان زند رو دنبال کردی، محمد خان قاجار رو دنبال کردی، آقای محمد شاه دماغ، حالا راجی به دماغ اینقدر گفتیم، این رضا پهلوی واقعا احمقه. دیدید اون ویدیویی رو که سر دماغش با همسرش دعواشه، این زنم مثل که نمیدونم چیزی میزنه، دوایی موایی چیزی میزنه، بکنم از موقعی که سرطان گرفته گفتنش علف بکش خوبه. برای ما یه دوست داریم بگو انگشتم درد میگه، میگه علف بکش خوب میشی. بگو سرم درد میکنه، میگه علف بکش خوب میشی. میگه تومور، میگه علف. فکر کنم یکی بهش گفته علف بکش خوب میشی، علف میکشی. میاد اونجا، اون میگه دویدم تو حمام، خوردم زمین. منم اینا حمامی که میرن چقدر بزرگی که میدوند میخورن زمین، دماغم شکست. بعد اون میگه باز همین حالا دماغت اینجوریه. برید ببینید اصلا ویدیوی این بیچاره، اگه به یاسمین ول کنی ممکنه یه کمدین چیزی بشه، شوهرش که گوی نشده حداقل یه پخی بشه. خب دوستان عزیز بس، یار تال چند بار من خداحافظی کردم. من روز 25 این ماه دزگیر ماشینمو به صدا در میارم، تا به حال کسی این فکر را نکرده. اینم فکریه با این پیشنهادایی که میکنن. یکیاتون وقتا میگفت چراغا رو خاموش کنی، یکی میگفت چراغا رو روشن کنی، یکی میگفت این دیوانه تیمسار روانی بود، میگه از خونه بیان بیرون، یه نگاه کنید به این و یه نگاه کنید به اون و دوتاتون میدونید منظور چون چیه، بعد برید تو خونه. این دروغگویی که جلو برنامه قش کرد 2 دقیقه وایساده بود صحبت کرد قش کرد، بعد زنش اومد گفت وای میدی جون نمیدی چی بود اسمش افتادی قش کردی، گفت نه خانم کلام افتاد. کسی که به زنش تو این حالت دروغ بگه و آرزا میاد میگه کسانی که
خانواده خودشونو نگه نمیتونن بدارن. مرده که تو برادرت خودکشی کرد، اون خواهرت که اووردوز کرد، اون یکی دیگه که مشکل سلامتی داره، تو یکی هم که منتالی مریضی، یعنی بیمار روانی هستی، چه خانواده ای؟ مادرت هم که زیر دماغ گنده بابات از بس گنده بود نمیدید، اونجا اومده برای خودش عشرتکده باز کرده بود، به روایت حرفایی که آقای احمد علی مسعود انصاری میزنه. اون وقت شما میخواییم بشین افتخار ایران؟ ای خاک بر سر اون کسی که اون شعره بود، میگفت اگر پدر ایران این بی پدر است، نمیدونم به در و پیکلش فلان باید رید. این همینه دیگه. اون شعره رو یاد بگی کاووسی، برای تو که این میخوای نق بزنی. حالا این فکر کنه خودش نق نمیزنه، به همه میگی شما نق میزنین، این فکر کنه خودش نق نمیزنه. نق نق ترین آدم تو هستی. خب دوستان بس دیگه، سعی کنیم برنامه ها از یه ساعت بیشتر نشه. ما گفتیم نیم ساعت، ولی از یه ساعت الان چند دقیقه است؟ بله، یک ساعت و پنج دقیقه گذشت. خب سعی میکنم ویدیوها کوتاه‌تر، و سعی میکنم برنامه ها رو وقتی دارم میرم سر کار یا از سر کار میام از این وری هم ضبط کنم، از این وری نباشه، این وری برای بهش میگن برای استوری اینستاگرام خوبه. این استوری و ریل و نمیدونم فید و تایملاین و اینا هم یه چیزایی بود که اومد تو زندگی ما one by one. یادم سالها پیش این سعید دوست خوب ما از کالیفرنیا هی میگفت پادکست بذار. میگفتم آقا خب پادکست یعنی چی؟ میگفت رو اینترنت. میگفت آقا ما که رو اینترنت هستیم، همین اسمش رو گذاشتم پادکست. در هر صورت من تا حالا اینجوری گذاشته بودم. بعضیا میگن آقا خودت ایراد میگرفتی به مردم گفتی چشم ما که اینجوری نیست، که چشمای ما اینجوریه، اینجوری بذار. سعی میکنم از فردا اگر گذاشتم اینجوری بذارم. شما رو فیسبوک هم وقتی روشن میکنید، اگه از اول دوربینتون اینجوری باشه اینجوری میگیره، ولی اگه اینجوری روشن کنید بچرخونید، و مردم باید بخوابن، مثل اینایی که شیره میکشن تو چین بخوابن نگاه کنید. این چینی که از شیره کشیدن به اینجا رسید، حالا ببینید به کجا خواهد رسید. خیلی ها میگن آقا ایران چین رو به ایران فروختن به چین، یه جورایی والا اگه فروختندنش به این کشور اون کشور وضع ما بهتر بود. مثل این چیزایی هست که موزه ها بردن انگلستان فرانسه این ور اون ور، اینا اگه تو ایران بود تا حالا قاچاقچی ماچاقچی ها برده بودن این ور اون ور، اصلا نابود شده بود. ولی اقلا اونجا هست. بگذاریم که میگن بیش از 1000 آیتم یا قلم جنس رو از موزه انگلستان گویا دزدیدن، و ایران هم مسئولینش گفته آقا شما نمیتونید چیزها رو خوب نگه دارید، چیزهای ما رو پس بده. گفتن حتما این قرمسقا میخوان بفروشن، پولش رو بردارن ببرن کانادا. دوستان عزیز، نه کانادا، نه آمریکا، نه انگلستان، نه اروپا به فکر شما نیست. اگر کسی پیدا بشه مثل بهرام آبتین، من اگه این آقا بگه من فرمانده هستم، من بیشتر تشویقش میکنم، چون اونای دیگه میگم آگه نیستیم، نمیخوایم هم چیزی بشیم. ولی دیگه این چیزای مشنگبازی و کسخلبازی رو کنار بذاریم. میخوای فرمانده باشی ببین آقا این خمینی چه کار کرد، همون کارا رو انجام بده، نه یا بشین از آلمان دستور بده مردم برن فلان جا. اوکی، نمیدونم. در صورت هر وقت اینا موفق شدن ما میگیم ما اشتباه کردیم، ازشون هم عذرخواهی میکنیم. ولی من آخر این تونل چراغی نمیبینم. من اصلا فکر نمیکنم این تونل آخرش باز شده باشه، یعنی اگه کسی با ماشین بره تو این تونل میخوره به دیوار. حالا شما نوری در آخر این تونل میبینید؟ خب به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. دنباله حکایت در برنامه‌های آینده. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. ارزان‌تر از اون که برنامه بگیرید با من بخواید همزمان کنید، اینه که ویدیوهای خودتون رو درست کنید، ما براتون نشر و پخش، انتشار و پخش کردنش با ما، حتی قسمت روی یوتیوب گذاشتنش هم با ما، 25 دلار، 50 دلار، یه چیزای اینجوری. یعنی این دوست ما تروی رفته ازدواج کرده توی ترکیه، یه شامی رفته بود خورده بود، نوشته بود امشب نامزدی اون هست و عشقش، من فکر کنم یه 50 نفری دعوت کرده، خودشون 2 نفری رفته بودن شام خورده بودن، 600 دلار سیفود خوردن. گفتم با حال به قول معروف فردا میری خلا رو رنگی میکنی، 60 دلار شام میخوردین، 540 دلارشو نگه دار، مثلا تو کامیوندار بودی حالا رفتی اونجا
فردا خزانه، بعد از خزان زمستانه. اون داستان چی بود؟ جیرجیرک و بلبل بود، چی بود؟ اون میخورد، اون قایم میکرد و اینا. اون فراموش نشه، به فکر فردا هم باشین. روز روزگار بر شما خوش. خیلی ممنون که به این حرفای من هرچی هم مزخرف باشه گوش دادید. اگر جایی ایرادی میبینید به من بگید تا من تصحیح کنم. اگه ایرادی نیست و با من هم فکرید، حمایت کنید تا این برنامه رو بیشتر بذارید. مرسی.